به نام خدا سلام کریمی هستم از این ریشان دلانتوتی اسامی غیر قابل شمارش نکته ها خب ما در درس قبلی در مورد اسامی غیر قابل شمارش صحبت کردیم و امروز میخوایم چند تا از واحدهای اندازگیری اونها یا ظرف ها یا بسته بندی هایی که ما میتونیم برای این اسامی غیر قابل شمارش استفاده کنیم رو یاد بگیریم مثال اول ما گفتیم که مایات مثل چای غیر قابل شمارش هستن خب و در حالت معمول ما نمیتونیم بگیم یک چای یا دو تا چای ولی میتونیم بگیم یک فنجون چای a cup of tea حالا اگر قهوه باشه میتونم بگم a cup of coffee a cup of coffee یک بطری آب میشه a bottle of water a bottle of water حالا اگه بخوام بگم یک بطری شیر باید بگم ا باتل milk ا باتل یک لیوان آب باید بگم ا گلاس of واتر ا گلاس of واتر یک لیوان آب میوه ا گلاس اف جوس ا گلاس اف جوس یک کاسه برنج ا بول اف رایس ا رایس یک کاسه سوپ A bowl of, soup. A bowl of soup. یه قالب صابون بچه ما صابون رو شاید بشماریم توی فارسی یه دونه صابون مثلا دو تا صابون ولی تو انگلیسی غیر قابل شمارشه و با قالب میگم مثلا میگه یه قالب صابون خب یا دو تا قالب صابون یه قالب صابون میشه a bar of soap a bar of soap بعد برای شکلات هم همین کلمه بار رو استفاده میکنن مثلا میگن که یه قالب شکلات بار بار of chocolate بار بار of chocolate مورد بعدی بچه در مورد نون هست ما نون رو میشماریم مثلا میگیم یه دونه نون دو تا نون ولی انگلیسی زبان ها نون برای اونها غیر قابل شمارشه و از قرص نان استفاده میکنن پس یک قرص نان ببینیم چی میشه میشه a loaf of bread a loaf of bread یه تیکه کیک میشه a piece of cake a piece of کیک بچا این ا پیس اف کیک داخل پرانتز بگم یه اصطلاح هم هست یعنی مثلا یه کاری که خیلی آسون باشه میگن ا پیس اف کیک مثلا من از دوستان میپرسم که بازی چطور بود یا مثلا امتحان چطور بود میگه ایت واز ا پیس اف کیک میگه یه تیکه کیک بود یه همچین اصطلاحی ما تو فارسی داریم ما میگیم مثلا مثل آب خوردن بود خب یعنی انقدر راحت بود برای من که تونستم بدون سختی انجامش بدم یه شیشه مربا میشه a jar of jam a jar of jam یه شیشه اصل a jar of honey a jar of honey یه قطعه موسیقی a piece of music a piece of music بچه موسیقی هم غیر قابل شمارشه خوب ما میتونیم قطعه موسیقی رو بشماریم یه قطعه موسیقی دو تا قطعه موسیقی ولی خود موسیقی رو نمیتونیم بشماریم پس به همین خاطر برای یه قطعه موسیقی مثلا میگیم a piece of music, piece of music. یه بسته آدامز میشه a packet of gum a packet of gum یه کیلو گوشت a kilo of meat a kilo of meat یه کیلو برنج a kilo of rice a kilo of rice. پس حالا ما میتونیم این عباراتی که یاد گرفتیم رو جمع ببندیم. مثلا من میخوام بگم دو تا فنجون قهوه. میگم two cups of coffee. پس بچه ببینید ببینیم اگر اسم ما غیر قابل شمارش بود ما یا ظرفش رو یا واحد اندازگیریش رو میتونیم جمع ببندیم. یا مثلا چهار تا بطری آب. four bottles of water. four bottles of water. دو تا کاسه سوپ. two bowls of soup two bowls of soup 5 kilos of meat 5 kilos of meat have a cup of tea have a cup of tea two cups of coffee two cups of coffee i need a glass of water i need a glass of water a glass of orange juice a glass of orange juice Kilo of rice. I need a kilo of rice. Sometimes it's as warm as a bowl of soup. Sometimes it's as warm as a bowl of soup. A look, a bar of soap. A look, a bar of soap. Bar of dark chocolate, bar of dark chocolate. Some butter and a loaf of bread, some butter and a loaf of bread. Each pony needs a piece of cake, each pony needs a piece of cake. That thing just lifted a whole jar of honey. That thing just lifted a whole jar of honey. خب بچه‌ها از درس امروز امیدوارم که خوشتون اومده باشه تمرین اینستا رو فراموش نکنید مثال بنویسین و همین پایین کامنت بذارین اگه دوست دارین میتونین فیلم بگیرین از خودتون و برای من بفرستین نکات و کلمات جدید هر درس رو در برنامه انکی ذخیره بکنین اگه هنوز این برنامه رو ندارین میتونین از فضای مجازی ما با آدرس انگلیش آنلاین توتی دانلود بکنین لایک like, کامنت و اشتراک گذاری هم یادتون نره درس بعدی هم حتما ببینین تا درس بعدی خداحافظ